در سکوت خامنه ای، حسن نصرالله از جمهوری اسلامی دفاع کرد. در حالی که سکوت دو هفته ای رهبر جمهوری دجال اسلامی در مواجهه با اعتراضات گسترده در شهرهای ایران باعث ایجاد گمان زنی هایی در افکار عمومی شده است، رهبر دبیر کل هزگلابی لبنان در حمایت از جمهوری اسلامی سخنرانی کرد. نصر الله در این سخنرانی با اشاره به از بین رفتن محسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد ملعون گفت فوت یک خانم ایرانی در شرایطی که ابعاد آن هنوز روشن نیست جنجال برانگیز شد غربی ها شروع کردند به موضع گرفتن بیش از پنجاه نفر در جای دیگر جان خود را از دست دادند اما هیچ کس هیچ موضعی نگرفت دبیر کل این حزب کثیف اضافه کرد ایران قوی تر از آن است که با حوادث اخیر به لرزه بیفتد. او در ادامه ضمن انتقاد از جریان اطلاع رسانی پیرامون اعتراضات اخیر در ادامه اضافه کرد دهها بلکه صدها تلویزیون و لشکری از حسابهای سایبری شروع به تحریک مردم کردند چون ایران که قلب محور مقاومت است هدف اصلی است البته کاش میگفت قلب محور شرارت حسن نصرالله در حالی از جمهوری اسلامی حمایت کرده است که پیشتر اخباری مبنی بر اهدای سوخت مجانی به لبنان از سوی جمهوری اسلامی مطرح شده بود. ولید فیاز از مفتخوران لبنانی و وزیر انرژی و آب لبنان چندی پیش در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با مشتبه امانی کسیف سفیر ایران در بیروت گفته بود که دریافت سوخت رایگان از ایران به ابتکار عمل حسن نصر الله مطرح شده است. از سوی دیگر از زمان شروع اعتراضات تا کنون حداقل دو تن از مراجع تقلید از اعتراضات سراسری مردم ایران حمایت کردند. آخوند حسین نوری همدانی و اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید شیعیان در قم در بیانیه‌های جداگانه از حاکمیت خواسته بودند تا به خواسته های مردم گوش دهند و مشکلات آنها را حل کنند. همچنین جمعی از طلاب و مدرسین حوزه های علمیه قوم، مشهد و تهران پیشتر طی بیانیه ای اعلام کرده بودند که خامنه ای از ولایت منعزل است. وکیل خانواده محسا امینی گفت روی لباس مأموران گشت ارشاد دوربین نصب بوده ساله نیکبخت وکیل خانواده محسا امینی اعلام کرد به رغم ادعای اولیه پلیس روی لباس مأموران فاسد گشت ارشاد بازداشت کننده محسا امینی دوربین نصب بوده است این وکیل دادگستری تاکید کرد که بر اساس شواهد متوجه شدند مأموران گشت ارشادی که از آغاز محسا را دستگیر کردند دارای دوربین نصب شده روی لباسهایشان بودند به گفته نیکبخت دختر خاله همراه محسا که از مأموران خواهش میکرده محسا را دستگیر نکنند با این خطاب مأموران مواجه شده که کنار به تا تصویرش در دوربین پلیس منعکس نشود. او در ادامه این درخواست را مطرح کرد که مسئله مهم این است که فیلم های داخل ون و دوربین فردی که محسا را دستگیر کرده در کنار فیلم هایی که در محل گشت ارشاد در خیابان وزرا وجود داشته ارائه شود. محسا امینی دختر 22 ساله سقزی بود که در 22 شهریور 1401 پس از دستگیری از سوی گشت فاسد ارشاد در تهران درگذشت. فوت محسا امینی موجب بروز اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف ایران و سراسر جهان شد. کانون حقوق بشر ایران تایید کرد که طی بیش از دو هفته که از شروع اعتراضات در ایران میگذرد حداقل 57 و هفتن توسط نیروهای سرکوب فاسد جمهوری اسلامی فوت شده و تعداد زیادی از معترضین مجروح یا حبس شدند صالح نیکبخت پیشتر در اولین گفتگوی خود با شبکه اقلیم کردستان عراق از بررسی عادلانه پرونده محسا امینی ابراز ناامیدی کرده بود او در مصاحبه گفته بود که خانواده محسا خواهان آن هستند که رسیدگی به پرونده مرحوم شدن محسا با حضور هیئت حقیقتیابی دنبال شود که سه تا پنج نفر از آنان از پزشکان متخصص جراحی مغز و اعصاب و نیز پزشک قلب باشد به گفته نیکبخت معاون دادستان تهران این درخواست را در ابتدا قبول کرد اما این امر محقق نشده است. وکیل خانواده محسا امینی در ادامه گفت در جلسه دیروز در محل پزشکی قانونی متوجه شدیم برخی پزشکان قانونی در این نشست اساسا فوت محسا را ناشی از ورود ضربه به جمجمه ایشان ندانسته و اصرار دارند با توجه به اینکه محسا قرص تیروئید مصرف می کرده فوت او ناشی از بدعمل کردن قرص تیروئید یا بیکیفیت بودن قرص مصرف شده و موارد این عنوان کنند. او افسود بر اساس اعلام پزشکان متخصص و کارشناسان مستقل فوت هیچ ارتباطی با بیماری قبلی ایشان که برداشتن یک خال یا قده کوچک در بالای چشم ایشان بوده ندارد. ضمن اینکه محسا در گذشته هیچ سابقه بیماری قلبی و عروقی و کلیوی نداشته است. به گفته نیکبخت، خانواده محسا میخواهند بدانند خونی که از پایین جمجمه و پشت گردن و گوش او تراویده است ناشی از چه نوع بیماری یا تروما یا ضربه خارجی است. مادر حسین رونقی گفت هر دو پای پسرم را شکستند. مادر حسین رونقی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت که مأموران دجال وزارت اطلاعات هر دو پای پسرش را شکستند و جان پسرش در خطر است. به گفته نزدیکان حسین رونقی او که شنبه هفته گذشته خود را به دادسرای اوین معرفی کرد در حال حاضر تحت تعرض بدنی است و هر دو پای او را شکستند. و بدون هیچ رسیدگی در حال بازجویی از او هستند. زلیخا موسوی مادر حسین رونقی هم در تویتر خود نوشت هر دو پای حسین را شکستند و تا به امروز برای درمان اقدامی نکردند. جمهوری پلید اسلامی پسرم را شکنجه کرده است. هر اتفاقی برای پسرم حسین بیفتد کل نظام جمهوری فاسد اسلامی و قوه قضائیه کثیف مسئولند میخواهند پسرم را از صحنه روزگار محو کنند حسین رونقی فعال سیاسی پیش از اینکه خودش را به دادسرای زندان اوین معرفی کند چند مدتی در حال فرار از دست مأموران امنیتی بود تا بتواند خود را به شکل قانونی به دادسرای اوین برساند. روزی که او خودش را به اوین رساند، میان معمورین فاسد امنیتی که میخواستند او را پیش از رسیدن به دادسرا دستگیر کنند و مردمی که برای حمایت از رونقی به مقابل زندان اوین رفته بودند درگیری پیش آمد و حسین رونقی در نهایت به دادسرای اوین معرفی شد.